معاون سازمان زندان‌های کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره خبر اعدام تو اینطور گفت: ببینید، ما تلفنی نمیتونیم خبری بدیم، چون که ما اصلا شناختی نداریم، شما رو نمیشناسیم، اصلا صداتون برای ما آشنا نیست. اینه که ما رو معذور بکنید از اینکه به صورت تلفنی بتونیم اخباری رو خدمت شما بدیم. خبر مثلا اصلا لزومی نداره که منتشر بشه همچی خبری. اما این خبری نبود که بشه اون رو کتمان کرد. خبر خیلی زود منتشر شد. این که آقای احسان فتاحیان اعدام شدن امروز، شما این خبر رو کردید؟ بله امروز انجام شد، ساعت 7 صبح بوده. ساعت 7 صبح؟ بله. بعد واقعا دیگه هیچ راهی نداشت، تمام مراجع قضایی تایید کردن حکم. بله بله بله، تمام مراجع کش بوده بود دیگه، امروز سوال اجرا کردن. خبر اجرای حکم همه را شوکه کرد. پدرت از کامیاران راهی تهران شده بود تا شاید بتونه کاری کنه، ولی کار از کار گذشته بود. من واکنشم ناراحت کننده است. انتظار همچین حکم رو نداشتیم، خاطر اینکه این بار اول حکم 10 سال زندان و تبعید داده بودن. توی تجدید نظر متاسفانه تبعید شد به حکم اعدام، که واقعا ما شوکه شدیم رأی صادر شده. اما خونه تو کار خودش رو کرد احسان. ما پژواک فریاد تو رو در خروش جوانهای دلاور کردستان شنیدیم. با اعدام احسان فتاحیان خشم مردم کردستان بیشتر می شود و رژیم کنترل همه چیز را از دست داده و این خود نشانه پایان رژیم است. در 16 آذر جواب تمام جنایت‌های خامنه‌ای را خواهیم داد. مرگ و نیستی بر رژیم جهل و جنون و جنایت باد. با خوندن این متن ناخودآگاه به یاد جملات آخر رنجنامت افتادم، اونجا که نوشته بودی: اما سخن آخر، اگر به گمان زور ورزان و حاکمان مرگ من موجب حذف مسئلهی به نام مسئله کردستان خواهد شد، باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. بیگمان هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر. احسان فتاحیان، زندان مرکزی سنندج، 17/8/1388. شنیدم که موقع رفتن خودت چارپایه رو از زیر پات پرتاب کردی تا درست مثل تابلوی زندگیت، تابلوی مرگت رو هم خودت ترسیم کنی. درود به این همه جسارت. آره احسان، مرگ سرفرازانه تو اشارتی بود به حیاتی دیگر، حیاتی که امروز در خروش مردم به پا خواسته ایران موج میزنه، حیاتی که در فریاد مرگ بر خامنه ای جاریه، حیاتی که از ایران آزاد فردا خبر میده. هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر.
بله، درود میفرستیم به احسان فتاحیان و همه شهدای راه آزادی ایران زمین و شهدای قیام سراسری مردم ایران. بدون تردید رژیم ولایت فقیه که در آخر خط خودش هست و در بنبست قرار داره، هیچ راهی جز به شهادت رسوندن آزادی خواهان و هیچ راهی جز سرکوب نداره. برای رژیم ضد مردمی ولایت فقیه جز سرکوب و کشتار هیچ اهرم دیگری برای ماندگاری وجود نداره، چرا که با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در تهران و سایر شهرهای کشور یک پایه اصلی استبداد مذهبی که همون دجالیت باشه فرو ریخته، به عبارت دیگه طلسم ولایت شکسته. بله، اما از اونجایی که خامنه‌ای و مزدوراش بخش قابل توجهی از شکسته شدن طلسم ولایت در ایران رو ناشی از مبارزات پیگیرانه دانشجویان میدونن، سرکوب خودشون علیه اونها رو هم تشدید کردند.